سلام عرض میکنم خدمت همه شما دنبال کنندگان عزیز، دوست داشتنی و گل گلاب کانال یوتیوب کلاب هاوس فارسی. امیدوارم حال همتون خوب باشه، سالم و سرحال و سلامت باشید. سه تا و نصف کلاب رو براتون آماده کردم در این محتوا، در پیوند با البته که انقلاب نوین ملت ایران و مهمترین اتفاقاتی که در 48 ساعت گذشته اتفاق افتاده، از آتش سوزی که در زندان اوین اتفاق افتاد و همینطور راهپیمایی و تظاهرات مردم در روز شنبه و همونطوری که عرض کردم مهمترین اتفاقات، توییت ها، استوری ها، مثل همیشه در خدمتتون خواهیم بود. اولین کلاب فروغ ایران هستش با حضور مجتبی واحدی و دیگر کارشناسان در مورد آتش سوزی زندان اوین و همینطور اتفاقات 48 ساعت اخیر در پیوند با انقلاب نوین ملت ایران. بریم با هم با صحبت‌های مجتبی واحدی شروع بکنیم. هر جایی هم که لازم باشه من مثل همیشه در خدمتتون هستم برای توضیح دادن. نوربخش به عقلانیت در حکومت اشاره کردن. ببینید اصلا سالبه به انتفاع موضوعه. وقتی قرار باشه حکومت یک نفر برای همه چیز تصمیم بگیره، اصلا تفکر در مورد عقلانیت تلف کردن وقته. یعنی حتی کسی فکر هم بکنه که ممکنه در آینده، دوستمون گفتن که امیدوارم اصلاح طلبها برگردن، دوستان این با این حرفا ناامید نکنید مردم رو. واقعا اتفاقی که امروز افتاده و سرنوشت رو داره عوض میکنه اینه که جوانها از همه ما، نه فقط از اصلاح طلب و اصولگرا، از همه ماهایی که توصیه میکردیم به نمیدونم حالا سبکا میبینم چی میشه عبور کردن. ببین عزیزان، ما با یک حکومتی مواجه هستیم که رهبرش یا راست میگه یا دروغ میگه. امروز میاد میگه که علت این تظاهرات، این اعتراضات اینه که ما 3 تا موفقیت بزرگ داشتیم: کرونا، سرود سلام فرمانده و راهپیمای اربعین. امروز دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. اینجور نیست که یکی ادعا کنه، یکی بگه آقا به چه دلیل. نه، همه قبول دارن اینو، یعنی واقعا روشن شده، واضح شد. ملت ایران در فاصله کوتاه چند تا حرکت بزرگ انجام داده. این حرکت‌های بزرگ درست 180 درجه نقطه مقابل سیاست‌های استکبار جهانی است که من الان اشاره می‌کنم. اون چند تا حرکتی که گفتیم ملت ایران انجام دادن، یکیش، اولیش، اون حرکت عظیم مردم به خصوص جوان‌ها بود در قضیه کرونا. این حضور عجیبی که مردم ما و جوان‌ها پیدا کردن در هیچ جای دنیا سابقه نداره. یعنی اونجایی که ما خبر داریم هیچ خبری از این گونه حضور، حضور مردمی در جاهای دیگه نیست. حرکت اول ملت ایران بود، آخریش مسئله اربعین بود. چه راهپیمایی میان نجف و کربلا و کاظمین و کربلا و چه راهپیمایی های عظیم داخل کشور به عنوان راهپیمایی جاموندگان. البته بین این دو اون پدیده بی‌نظیر اون سرود حماسی سلام فرمانده هم بود که از مرزها فراتر رفت، ده‌ها میلیون جوان و نوجوان رو در دنیا به خودش جذب کرد. اینا شوخی نیست، اینا مسائلی است که بار اول در دنیا داره اتفاق میفته. یه سرودی در یک کشوری تولید بشه، بعد اون تکثیر بشه در چندین کشور دیگه و جوانها، و که من حالا اسم کشورها رو نمیخوام بیارم، اگر اسم بیارم قطعا بعضی از شما که اطلاع ندارید تعجب خواهید کرد که اینا اطلاعات ماست، اینا اطلاعات دقیق و نزدیک ماست. یعنی 3 تا چیزی که اتفاقا افتضاح ترین چیزهای موجود بوده. ببینید چرا افتضاح؟ کرونا دیدیم که چه افتضاحی شد. بعد وقتی هم میخواد در مورد موفقیت کرونا صحبت کنه، نمیاد بگه پرستاران و پزشکان جان فشانی کردن، بعضی از پرستارا 3 ماه خونه نرفتن با اون لباسای عجیب غریب. میگه جوان ها دیدید در دفن جنازه ها چقدر زحمت کشیدن. حضوری که از دفن جنازه ها در اون روزهای اول، جنازه هایی که صاحبان جنازه ها و
خیشاوندان جرأت نزدیک شدن به اونا نداشتن. یه مش جوون، مش علاقمند داوطلب شدن، آمدن جنازه ها رو تجهیز کردن و تدفین کردن. از اونجا بگیرید تا بقیه کارهایی که انجام گیرید. نگاهش حتی برای موفقیت کرونا در دفن جنازه هاست. این وضعیت یعنی چیزی که افتضاح روحانی موفقیت میگه. راهپیمای اربعین امسال که افتضاح در افتضاح بود، گزارشاش اومد بدون که چقدر افتضاح بود، تعداد زیادی برگشتن. سلام فرماندم که بعدش دیدیم دیگه، برای سلام فرمانده این همه سرود اومد و دیدیم که سلام فرمانده باعث تمسخر در همه دنیا شد. بعد میگه که تو همینم هم باز یک فول بزرگ میکنه، اعضای مجمع تشخیص مسلحت جلوش نشستن، میگه در بعضی کشورها این سرود پخش شد که شما هم نمیدونید. من واقعا شما به من گیدنی چی، در یه سری کشور این سرود پخش شده که حد پس اثرش چیه که حتی اعضای مجمع تشخیص مسلحت نظام هم نمیدونه، فقط شخص خامنه‌ای میدونه. خب سه تا افتضاح رو به عنوان موفقیت میگه. خب شما با این آدم واقعا کسایی که تو خیابون اومدن از حسادت این چیزا اومدن تو خیابون، یا آمریکا از حسادت این سه تا موفقیت بزرگ مثلا طراحی کرده؟ اگر این آدم دروغ بگه که حتما دروغ میگه، وای به حالمون. اگر اعتقادش باشه که بیشتر وای به حالمون. خب این شما اصلا تصور عقلانی، علتش اینه که یه نفر هر غلطی بخواد میتونه بکنه. این آدم به این نتیجه رسیده که هر غلطی بخوام من میتونم بکنم و هیچ کس در برابر من هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اینو داره میبینه. از طرفی میبینه که هر غلطی میکنه یه دیمن مالکشی میکنن. آقای خاتمی رو راه نمیدن بره بیمارستان پروستات آقا رو ببینه، میاد بیانیه صادر میکنه که از خبر سلامت حضرت عالی اقشار مختلف مردم در کشورهای گوناگون شادمان شدن. خب چرا باید خودش اصلاح کنه خامنه ای؟ این همه افتضاح در حکومت هست، شما یک نقطه مثبت، یک نقطه سفید در این صفحه سیاه جمهوری اسلامی نمی‌بینید؟ آقای خاتمی میگه که اگر جمهوری اسلامی بره هممون ضرر می‌کنیم. آقای تاجداری که عزیز ما، امیدوارم آزاد شه، در تیر ماه امسال میشینه میگه صبر کنیم ببین اسفند سال آینده، یعنی یک سال و نیم بعدش، خامنه‌ای در برخوردی که با انتخابات می‌کنه آیا نشون میده که پیام مردم دریافت کرده یا نه؟ خب وقتی این رو می‌بینه خامنه‌ای چه نیازی به عقلانیت داره؟ میگه من هر غلطی دارم می‌کنم، دنیا رو که برم با پول میخرم. داخل کشورم اونایی که زبونشون بلنده یا نفوذ مردمی دارن یا تکرارشون رو مردم اثر میذاره، اینطور دارن با هم همراهی میکنن، یا خود فریبی میکنن یا مردم فریبی. چرا باید عقلانیت به خرج بده؟ ما مشکل اونه. اما در مورد مسئله اخیر ببین آقای دکتر نوبخش اشاره کردن، خود من هم دیروز گفتم ما بایستی در خبررسانی ها و تحلیل هامون مراقب باشیم، در زمین دشمن بازی نکنیم و عجله هم نکنیم. اما این معنیش این نیست که امروز حتی در مورد احتمالات کوچک سکوت کنیم. برای همین باید فریاد بزنیم، بخوایم از مجامع ملی، از مجامع داخلی، از افرادی که به هر حال در داخل کشور یک حدی از انصاف و عدالت رو از خودشون نشون دارن و حتی ممکن غیر سیاسی باشن، که باید به اینها اجازه داده بشه الان برن ایوینو ببینن. یک هفته دیگه وقتی سر و سامان دارن اوضاعی که به درد نمیخوره امروز، یعنی ببینید ما حتی هر کدوم از احتمالاتی که میدیم، حتی اگر 1% اون احتمال واقعی باشه، بایستی نگرانی های ناشی از اون و راهکارهای مقابله با اون رو در نظر بگیریم و از حکومت بخوایم فشار بیاریم، در خارج از حکومت ها بخوایم. حالا خوشبختانه دیدم مقامات آمریکایی گفتن که اولویت ما برجام نیست، اولویت ما این فشار است. اما باز میبینیم دیشب وزارت خارجه آمریکا فقط نگران ایرانی آمریکایی های مستقر در زندان ببینه. من از اونا گله‌ای ندارم، ولی میخوام بگم ببینید نشده مثل اوکراین که وقتی دفاع میکنن از همه مردم اوکراین دفاع کنن. وزارت خارجه آمریکا نگران زندانیان ایرانی آمریکایی هستن. من بدون تعارف بگم این ایران آمریکا کیام هستن؟ آدمای طمع ورز. من با کمال تاسف باید بگم طمع ورزی که فکر کردن در دولت روحانی میرن اونجا الان ارتباط پیدا کردن، چهار تا پروژه بزرگ میگیرن، دستگیر. حالا سپاه زد و دست روحانی رو دستگیر کرد. من امیدوارم آزاد بشن، اما همچین تحفه‌ای هم برای مردم ایران نیستن. اونا رفتن که سوء استفاده شون رو بکنن، رفتن رانت ارتباط با روحانی رو استفاده بکنن. حالا آمریکا نگران اونها هستن، نگران هزاران نفری که من و شما نگرانشون هستیم، اعم از زندانی سیاسی، نخبه شریف و کسانی که در تظاهرات دستگیر شدن یا مجرمین عادی. ما نباید اجازه بدیم نگرانی آمریکا و سایر کشورها محدود بشه به شهروندان خودشون یا شهروند دوتا بعدی. با صراحت عرض میکنم، تکرار میکنم و عرضم رو تمام میکنم، عرضم اینه که ما به هیچ وجه حتی کوچکترین احتمالی که میتونه تبعات خطرناک داشته باشه رو نباید نادیده بگیریم و از حالا فریاد بزنیم، داد بزنیم که آقا ممکن است، بله، ولی این ممکن اگر حتی 1000% محقق بشه، یعنی چند نفر، چند ده نفر کشته میشن، ممکن است میخوان دستگیر شدگان تظاهرات رو سربنیز کنند، ممکن است میخوان نخبگان شریف که هنوز ما نمیدونیم کجا سربنیز کنند، ممکن است همین اراذل و اوباشی که اینها میگن کسانی بودن که
به قول خودشون در سال 88 رفتن سراغشون و ساماندهیشون کردن برای سرکوب اعتراضات، الان رفتن سراغشون قبول نکردن، خواستن سرکوبشون بکنن. همینا ممکنه دیگه، و هر کدومش هم دلایل متعددی برای اثباتش وجود داره. پس ما باید تمام اینها رو فریاد بزنیم، هم از مجامع بین المللی، هم از افراد داخل، هم از کسانی که به هر حال من نمیام اصلاح طلب، کسانی که اندکی شرف دارن، اندکی انصاف دارن، اندکی میهن پرستی دارن، اندکی وجدان دارن، بخوام که فریاد بزنن، صداشون رو بلند بکنن. چون الان دیگه ثابت شد اینطوری نیست که کسی سکوت بکنه در جمهوری اسلامی امنیت داره. پس همه بهتر فریاد بزنن و بخوان که همین امروز، نه حتی فردا، همین امروز باید درها باز شه، یه سری افراد بی‌طرف و افرادی از مجامع بین المللی برن اونجا ببینن. من نمیگم اثر میکنه این، حتما جواب میده، اما باید بخوام که وقتی حکومت انجام نداد، کشورهای دیگه، مجامع بین‌المللی، دولت‌های مستقل بفهمن در اون جنایتکده چه اتفاقی داره میفته. خیلی متشکرم. ببینید در مورد آقای رئیسی که گفتن، آقای رئیسی که اصلا این حد کشت و کشتار برایش یک مسئله عادیه، به خصوص در اوین. یعنی اصلا اون که حس نمی‌کنه اتفاق ویژه افتاده، مثلا در همین حدی که بهشون شما نهار دادن یا نه. یعنی واقعا برایش در حد نهار دادن یا نه، یار چند نفر ممکنه کشته شده باشن. اینو با اعتقاد میگم، نه اینکه بخوام رو تختهش بکنم. ضمن اینکه این آدم اصلا کاری نیست در این حکومت، این آدم رو فقط خامنه‌ای برای لجبازی آورده، واقعا برای لجبازی ما مردم. برای اینکه خامنه‌ای اگه مثلا دستبوس می‌خواست، نمی‌دونم غلام حلقه به گوش می‌خواست، علی لاریجانی هم دقیقاً همین کارو براش می‌کرد، منتها عاقلانه‌تر. سعید جلیلی یه آدمی رو آورده. ببین امروز این آدم صحبت کرده، من توی لایوم امروز گفتم علی خامنه‌ای در حکم تنفیذ رئیسی ازش به عنوان دانشمند فرزانه نام برده. این آدم یه جمله عربی خونده بود در حضور خامنه‌ای و در حضور این همه آخوند حکومتی، و یک آمار ایران فارسی داد. کلمه عربیش این گفتش که اللهم لعن من، اللهم لعن من قتلک بالعیدی بالالسان. یعنی خدایا هر کس که تو را کشته لعنت کن، خدایا هر کس که تو را کشته لعنت کن. یعنی آدم عربی در حد دوره ابتدایی هم بلد نیست. آمارم خواست بده، گفتش که 0.4% 0.4% حالا چی بوده قصه؟ 1.4% براش نوشتن، این حفظ کردن اینطوری گفت. خب آدمی که در حد و حدودی که اصلا واقعا محلی از اعراب نداره. در 6 ماهه اول کار دولت رشد اقتصادی 0.4% رو ملت ما رسوند به 5%، قریب 5%. او را، شخصیت او را، اللهم لعن من قتلک بالعیدی والالسن، کسانی که نقشه ترور او را کشیدن. ترور او گفت که ای مگس، ای مگس، عرصه سیمور نجولنگه توست، ارز خود میبری و زحمت ما میبری. همساده این مخبر معاون برای جمهوریش آمار نمیشه. به نظر من واقعا روی کاغذ دروش از بالا تا پایین برش میشه 1.4% تو 5 6 خط خیلی دروش. این حفظ کرده بعد تو ذهنش جابجا شده. این آدم اصلا واقعا محلی از اعراب نداره و سمتی نداره. مخبر رو خود خامنه‌ای گذاشت معاون اول که کارهای اداری دولت رو انجام بده، سایر قسمت ها هم که دارن خر خودشون رو میرونن. ولی واقعا اصلا که از رئیسی توقع داشته باشیم، حتی محسن اژه‌ای که با توجه به تجربیاتی که داره، محسن اژه‌ای از نظر دخالت در سرکوب از همه اینا مجربتره. آیه اژه‌ای در فکر نکنید فقط مثلا در این دوره‌ای که رئیسی معاون اول قوه قضاییه بود، رئیس قوه قضاییه بود، معاونش بود، فقط ارتباطشون بود، نخیر. آقای رئیسی در سال در دهه 60 دادستان انقلاب تهران بود و آقای اژه‌ای معاون ایشون، ضمن اینکه آقای اژه‌ای نماینده آقای موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور در وزارت اطلاعات بود، در واقع قاضی نشسته وزارت اطلاعات بود که حکم صادر کنه. در همون موقع هم در دادسرای انقلاب تهران همه کاره آقای اژه‌ای بود. خب این آدم از سرکوب، از دستگیری، بازداشت، به قول خودشون گروهک‌های ضد انقلاب، گروه‌های مسلح و اینا تجربه بیشتری داره. بر اساس اون تجربیاتش شما حالا برای فریبکاری به نظر من گفتش که ما حاضریم بشیم حرفا رو گوش کنیم، هر حرفی داری بیاد گوش کنیم. یک روز بعد خامنه‌ای زد تو دهنش، گفتش که اصلا مدارا یعنی چی. یعنی ببینید حتی خامنه‌ای به اژه‌ای که تو این قصه مجرب هم هست، من نمیگم تجربه انسانی بوده، اما تجربه از نظر نگاه حکومتی تجربه موفقی بود داشته در سرکوب، در یه دست کردن نیروهای سیاسی. اونم که خواست حات میگم از طریق مردم فریبی یا از هر طریقی، به هر طریقی یه جوری مسئله رو ظاهرش حل فصل کنه، خامنه‌ای نذاشت. در همین جایی که ما فکر کنیم منتظر باشیم
که دیگران از نظر کردن کار بیهوده ایه. خامنه‌ای هم که موضوعش کاملا مشخص کرده، خیلی صریح گفته که نباید ترحم کرد، نبایستی گفته اینا، حتی گفته اونایی که گول هم خوردن باید تنبهی بشن، این حتی برای بچه‌هایی که گرفتن. و در ادامه‌ش هم در ادامه همین حرف علی خامنه‌ای الدنگ وزیر امور خارجه اومد گفتش که این بچه‌هایی که دستگیر شدن اتفاق براشون نمیفته، در کانون تربیت هستن، هدایت میشن و آزاد میشن. یعنی بچه‌هایی که مجموعه آموزشی کشور، مجموعه آموزشی روتین کشور نتونسته تربیتشون بکنه، در کانون اصلاح تربیت مرکز فاسدا میخوان تربیتشون بکنن. یعنی ببین میخوام بگم این خط رو خامنه‌ای داده. به نظر من اصلا با انتظاری که بشین که حالا قراره چه بکنن، چه در مورد اوین چه در مورد کل تحولاتی داره اتفاق میفته، به نظر انتظار بیهودهی به هیچ نتیجه هم نخواهد رسید. خیلی ممنونم. خب دوستان، قبل اینکه بریم ادامه صحبت‌های مشتاق واحدی رو با هم دیگه گوش بکنیم، همونطوری که اطلاع دارید باراک حسین اوباما رئیس جمهور پیشین یا اسبق میشه، دوتا قبلی دیگه فکر میکنم، یعنی قبل از ترامپ رئیس جمهور دموکراتی که در جنبش سبز در عوض اینکه از مردم و معترضین و به خیابان آمده ها حمایت بکنه، نامه فدایت شوم به علی خامنه ای مینوشت و به دنبال به قول خودش تنش زدایی بود. به صراحت در چند روز گذشته بیان کرد که اون سیاستی که در دوران ریاست جمهوریش اتخاذ کرده بود سیاست اشتباهی بود، یعنی مماشات با جمهوری اسلامی و عدم همراهی با مردم معترض ایران. آقای همن سیدی، کارشناسی که فکر می‌کنم با چهره و تصویر ایشون آشنا باشید، که در تلویزیون من و تو به عنوان کارشناس خیلی حضور پیدا می‌کردند، یک سلسله توییتی در پیوند با اظهارات اخیر باراک اوباما منتشر کردن که با همدیگه بخونیم و فکر میکنم که جالب باشه. یک فاجعه‌ای به نام اوباما، حال که اوباما اذعان کرده در عدم حمایت از مردم ایران در 2009 اشتباه کرده، بهتر است نگاهی هم به اشتباهات او در فجایع عراق و سوریه و همچنین برجام بیندازیم. یک، اوباما سال 2008 به عنوان مخالف جنگ عراق با شعار خروج آمریکا از عراق به ریاست جمهوری رسید. سه سال بعد بدون آنکه عراق آماده خروج آمریکا باشد، تنها برای پیروزی در انتخابات سربازان آمریکایی را از عراق خارج و سرنوشت این کشور را به قاسم سلیمانی سپرد تا هر بلایی خواست بر سر عراق بیاورد. دو، به فرض اشتباه بودن حمله آمریکا، باز راه خروج از آن بحران خروج شتاب زده و بی برنامه سربازان آمریکا از عراق نبود. یک جراح اگر در حین عمل متوجه شود که اشتباهی شده، باید حداقل چند بخیه بزند، زخم را ببندد، بعد دنبال راه حل بگردد، نه آنکه همان لحظه دستکش از دست در بیاورد، با زخم باز اتاق عمل را ترک و مریض را تنها بگذارد. 3. در سوریه همچنین بود. اوباما برای بشار اسد خط قرمز تعیین کرد تا از سلاح شیمیایی استفاده نکند، اما زمانی که در 2013 اسد مجدداً مرتکب جنایت شیمیایی شد، اوباما به بهانه پرهیز از دخالت و تکرار تجربه عراق از برخورد با اسد اجتناب کرد. رعایت این اصل عدم دخالت منجر به وقوع بیش از 100 حمله دیگر شد. آن زمان شمار قربانیان 50,000 و شمار آواره ها 1,000,000 بود. امروز شمار قربانیان 500,000 نفر، 10 برابر، و شمار آواره ها 16,000,000 است. 16 برابر. 4. حاصل این دو جست بشر دوستانه و صلح طلبانه در عراق و سوریه منجر به ظهور داعش و فجایع مابقی شد. اوباما تنها آن بخش از درس تاریخ را خوانده بود که دخالت اشتباه در عراق باید تکرار نشود، اما از فجایع عدم دخالت در بنگلادش با 2,000,000 کشته، کامبوج با 4,000,000 کشته و آنگولا با 1,000,000 کشته خبر نداشت. همه قربانی عدم دخالت جهانیان
در سرکوب داخلی حاکمان جنایتکار بودند. از آگوست 2013 تا ژانویه 2017 اوباما به همراه خامنه‌ای و پوتین در همه جنایات بشار اسد شریک است و باید پاسخگو باشد. اما این آخرین اشتباه او نبود. زمانی که فهمید جمهوری اسلامی از برجام نه جهت رفاه مردم که برای توسعه جنایت‌هایش استفاده می‌کند، تنها به این بسنده کرد که بگوید جمهوری اسلامی روح برجام را نقض کرده، ولی هیچ اقدامی علیه جاه طلبی های رژیم انجام نداد. ترامپ اما چنین نکرد و برعکس اوباما عمل کرد. هر نظر مثبت یا منفی راجع به سیاست داخلی و خارجی ترامپ داشته باشیم، این سه دستاورد بزرگ از او ماندگار خواهد بود: خروج از برجام و فشار حداکثری بر رژیم، کشتن قاسم سلیمانی و ابوبکر بغدادی، صلح اعراب و اسرائیل، هشتگ اعتصابات سراسری، هشتگ مهسا امینی. این سلسله توییت از هیمن سیدی که من خوندم، فکر کردم خیلی جالب هستش، مخصوصا اون دوستانی که اگر سن و سالشون میرسید، یعنی جوانانی بودن مثل بنده که در سال 88 با هزاران امید و آرزو به خیابان‌ها آمدند و خیانت‌های بسیاری از افراد به خصوص اصلاح طلبان در داخل و جامعه جهانی به زعامت و رهبری باراک اوباما در خارج از کشور، که همونطوری که عرض کردم نامه فدایت شوم علی خامنه ای نوشت، باعث شد که اون همه خونی که در سال 88 ریخته بشه آنچنان که ما انتظار داشتیم به سرانجام نرسه. و واقعا حیف بود. اون تظاهرات میلیونی، اون شور و هیجانی که مردم داشتن، میتونست اتفاقات بسیار بزرگتری بیفته در اون سالها. به هر حال بریم ادامه صحبت های مجتبی واحدی رو با هم دیگه بشنویم. من اطلاعیه خبرگزار میزان رو دیده بودم که 4 نفر کشته شدن و 51 نفر در اثر استنشاق گاز سمی مصدوم شدن و حال چند نفرشون وخیمه. سه دوست ما یه خبری یه خانمی خوند که 40 نفر کشته شدن و بعد از چند دقیقه اصلاح کرد، گفتش که 4 نفر. یعنی اگه میخواییم به خبر رسمی حکومت استناد کنید، به نظرم این، حالا میگم شاید اصلش دروغ باشه، ولی واقعا اشتباه خوند خبر رو در مورد 40 نفر. همون 4 نفر منظورشون بود، حالا به قول شما 10 برابرش کنیم من نمیدونم، ولی اون تیکه که 40 نفر خوند درست نبود. در مورد دفاع مشروع ببینید، متاسفانه بعضی از مباحث با هم دیگه مخلوط شده. بحث مبارزه مسلحانه رو با دفاع مشروع دوستان مخلوط کردن. من هر کس ازم پرسید مبارزه مسلحانه، گفتم ما به هیچ وجه در مبارزه مسلحانه با حکومت نمیتونیم در شرط مساوی قرار بگیریم و حتما حکومت هم به لحاظ عده و به لحاظ عده از ما سره و این جز یک سرکوب شدید و یک تلفات انسانی شدید نتیجه نداره. به همین جهت من شخصا هنوز به مبارزه مسلحانه اعتقاد ندارم. حالا اگه یه روز شرط مساوی ایجاد شد و چاره باقی نمود میشه روش در مورد صحبت کرد، اما الان نیست. اما بحث دفاع مشروع متفاوت. ببین من برات توضیح بدم استدلال من چیه. شما در هر جای دنیا تظاهرات ممکن شرکت کنید، حالا مرتکب تخلف از قانون بشید، یک حرکت غیر قانونی انجام بدید، یا نه پلیس مرتکب تخلف بشه و شما رو بی خود دستگیر کنه. یعنی یا به حق شما رو دستگیر کنن، مثلا شما شیشه شکستید، بانک آتیش زدید، کاری کردید، پلیس شما رو دستگیر میکنه، یا نه پلیس خصومت کرده یا اشتباه کرده شما رو دستگیر کرده. با احتمال قریب به یقین میشه گفتش که شما از لحظه که دستگیر شدید در معمن پلیس هستید. پلیس شما رو میبره، حالا میبرتون دادگاه، 2 ماه زندان بهتون میدن، خسارت ازتون میگیرن، آزارتون میکنن. اما در ایران چه اتفاقی میفته؟ از لحظه‌ای که شما رو دستگیر میکنن، میبینید با چه جور با باتون میزنن که همون لحظه ممکن طرف کارش تمام بشه. در داخل ماشین نیروی انتظامی دیدید چه میکنن؟ بعضی صحنه‌ای که تصویر برداری شده و آدمایی که در خیابونی کارا رو میکنن، دیگه میشه پیش بینی کرد در بازداشتگاه چه میکنن. فرض کنیم از همه این مراحل جون سالم به در بودی و یه آقای کارش رسید به دادگاه. دادگاهی که هیچ منطقی برایش نیستش، عدالت نیست، از حکم اعدام تا زندان سنگین میتونه شما بده. خب حالا با این فرضیات، آیا اگر کسی ما شما رو دستگیر کنه، شما حق دارید به هر طریقی از دستگیر شدن خودتون جلوگیری کنید؟ بنده میگم نه تنها حق دارید، باید این کار رو بکنید.
هم برای خودتون هم برای دیگرانی که در معرض این اتفاق، یعنی اگر شما در خیابون هستید میبینید یه نفر داره کس دستی میکنه، میتونی با پشت پا بندازی مأمور بخوره زمین بزن. الان من دارم میگم با توجه به این رفتاری که الان دارم کنم 50 نفر سری نفر میریزن، میتونی بزنی لاستیک ماشین پلیس رو پاره کنی، لاستیک موتورش رو پاره کنی، یه لگد بزنی دو تاشو بخورن زمین. به نظر من نه اینکه میتونی، باید این کارو بکنی. شرع اسلام که میگه باید این کارو بکنی، عقلم میگه باید این کارو بکنی. دارم عرض میکنم اینطوریه که شما میگی خیلی خوب، حالا من رفتم تظاهرات دستگیرم میکنن، یک از اون بعد با حالا حداکثر دستبند میزنن، یا مثلا یه دونه پس گردنه میزنن تو ماشین میندازن دیگه، تو ماشین که وقتی خیالشون راحت شد که من امکان فرار ندارم، به من کاری ندارم، تا میرم تو بازداشتگاه، بازداشتگاه بالاخره یه آدم حسابی میاد منو بازجویی میکنه، میبرم دادگاه، یه قاضی که حداقل حقوق رو میفهمه، حداقل فهم رو داره، منو محاکمه میکنه، یک حکم متناسب میده. یعنی با پیش بینی قبلی شما میرید همه اینا رو محاسبه میکنید. به نظر من در همه دنیای کار میکنه، کسی میخواد بره تظاهرات همه این فرضیات رو در نظر میگیره، با در نظر گرفتن هزینه و فایده میره. شما در ایران ممکنه حتی نرفتی تظاهرات، میشی مهسا امینی، از مترو میای بیرون میگیرن جنازه تو در بیرون میدن، میگیرن میکشنت، میگن از طبقه پنجم خونه مادر بزرگش خودشو انداخت، میگیرن میکشن، میگن سگ گازش گرفت. خب شما تو این حکومت آیا عاقلانه است که بگیم برای اینکه نباد متهم به خشونت بشیم چیکار نباید بکنیم؟ دوستان عزیزان، مگر در دوره‌هایی که مبارزین ما خشونت نمی‌کردن حکومت به دروغ نمیگفت اینا بمب همراهشون بوده؟ مگه نمیگفت اینا کماله بودن؟ مگه نمیگفت اینا نیروی مسلح بودن؟ مگه نمیگفت اینا از خارج دستور میگن؟ مگه نمیگفت جاسوس اسرائیل بودن؟ یعنی که ما بگیم چون ممکن است حکومت با از این حربه به دستش بیاد و سرکوب شایتر کنه، حکومت دیگه از این بیشتر چه کار قرار بکنه عزیزان من؟ از اینکه تو روز روشن لباس یه خانم بزنن بالا خودشون بشه بچسبانن بادتر در میدان آرژانتین در حضور 50 تا پلیس ورد زنای بی غیرت دیگه؟ این نیست که فقط یه نفر اون کار کرده، اون 50 تا هم دارن تماشا میکنن دیگه. از این بالاتر قرار بشه؟ یعنی شما میگید ممکنه خوشونت بکنن؟ از این بالاتر که بکشن بندازن گردن کس دیگه؟ از این بالاتر که احکام سنگین بدن 20 سال 22 سال برای کسانی که تظاهرات کردن؟ خب در این شرایط به نظر من دفاع مشروع دوستان واجبه نه مباح. خیلی متشکرم. امروز شرایط جهانی تغییر کرده و نگاه دولت‌های مختلف و مجامع ملی به داخل ایران متفاوته. ما این رو میگیم که اگر دولت جمهوری اسلامی جواب نداد بتونیم فشار بیشتری برای مجامع ملی بیاریم برای گام‌های بعدی، وگرنه 1% هم من احتمال نمیدم جمهوری اسلامی در زندان رو باز کنه. ولی اینو با توجه به اینکه کاملا نگاه فرق کرده، حتی اوباما میاد میگه غلط کردم در سال 88 از جمهوری اسلامی حمایت نکردم، خب شرایط خیلی متفاوته. به نظرم در شرایط ما باید بگیم، فریاد بزنیم، ازشون بخوایم. یعنی در واقع شاید اونا این حساسیت رو درک نمی‌کنن، ما موظفیم حساسیت رو ما منتقل کنیم و اونا درخواست بکنن، وقتی جواب منفی بگیرن حتما گام‌های بعدی رو خودشون برمی‌دارن. خیلی متشکرم. Dissatisfaction with the Iranian regime. Number two, that women in particular are chafing under a series of not just systematic discrimination against women and subjugation of women, but also an arbitrariness and cruelty beneath. That's exercised by the state against women, mm-hmm. Which has made them essentially say, we're fed up, we're tired of this. And that's extraordinarily powerful. Whether it ends up bringing about fundamental change in that regime, I think is hard to predict. But the one thing that, when I think back to 2009, 2010, you guys will recall, there was a big debate inside the White House about whether I should publicly affirm what was going on with the Green Movement, because a lot of the activists were being accused of being tools of the West, right. And there was some thought that we were somehow going to be undermining their street cred in Iran, mm-hmm. if I supported what they were doing. And in retrospect, I think that was a mistake. Every time we see a flash, a glimmer of hope, of people longing for freedom, I think we have to point it out. We have to shine a spotlight on it. We have to express some solidarity about it. دو سه تا نکته رو باید خدمت شما بگم. اول اینکه این حکومت
تنها عرصه‌ای که فکر میکنه از اول انقلاب تا حالا درش موفق بوده، عرصه هایی که سیاست النصر رو به رعب رو استفاده کرد. این تصور میکنه که اگر در سال 60 و 67 اون اعدام ها رو نمیکرد، ممکن بود که در اثر نفوذ این گروه های مسلح از بین بره. تصور میکنه که مثلا در انتخابات این بار اگر همه رو رد صلاحیت نمیکرد، نمیتونست رئیسی رو رئیس جمهور بکنه. حالا در عرصه‌های مختلف، میگم خشونت سیاسی، کلامی، نظامی، اقتصادی، این که مثلا اگر مردم کارگرای کارخونجات رو حقوقشون مرتب بده، ممکنه خواستهای دیگه داشته باشن. یعنی این تصوری که حکومت داره فکر می‌کنه که یک نوع وحشت آفرین ایجاد کنه. خانم رشنا رو ببین تو تلویزیون عمدن نشون بدین و بعد برای اینکه اگه کسی هم متوجه نشود یه بار دیگه نشون بدین، دفعه دوم صورتشو محو کنین که بگن آقا چی شد صورتشو محو کرد، برام تحقیق کنم بگن دفعه قبلی صورتش زخمی بوده. خب اینو به نظر میاد که از دلایلش اینه که به نظرشون راه دیگه ای ندارن برای اینکه حرفشو به کرسی بنشونن. یعنی نه منطق حکومت دارن، نه حکمرانی خوب بلدن، نه آدم با سواد رو تحمل میکنن که به یادشون بده و نازن از تجربیات دیگران استفاده کردن. این یه بود قصه است. اما بودی که اخیراً به نظر من بهش اضافه شده، این بحث النصر رو به رعب از اول انقلاب بوده. اما بودی که الان بهش اضافه شده اینه که جمهوری اسلامی دست مأمورانش رو باز گذاشته، برای اینکه مأمورانش روز به روز دارن کم میشن. مأمور که میگم مزدورانش به طور کل، از قالیباف گرفته، از نظر من که میگم مزدور ماموران ایناست، از قالیباف گرفته تا اون مأمور کثیفی که تو خیابون کارو میکنه، به نظرم در حدی از استیصال و ریزش نیرو هست که حاضر نیست نیروهاش از دست بده. من این رو 3 ماه قبل گفتم، 4 ماه قبل گفتم، گشت ارشاد بعضیا ممکنه فکر کنن که برای سرکوب، اما فقط برای سرکوب نیست. شاید این حرف به نظرتون مسخره بیاد، ولی من با اطلاع بهتون میگم و با تحلیل هر دو، اینها بخشی از نیروهاشون رو به این دلخوش میکنه که آقا تو آزادی وقتی دختر مردم رو گرفتی هر کاری خواستی باش بکن. شاید براتون باورش سخت باشه، ولی این وجود داره دوستان. من تعداد از اون از قبل میشستم، یه سید مجید در دفتر قاضی حداد بود که اصلا مشهور بود، لذتش به این کاراست، و این اتفاقا بغل دست قاضی حداد گذاشته بودن که قاضی اکثر پرونده های سیاسی بود، خب که حالا خودش هم در سر کرونا فوت کرد. یعنی دو تا موضوع، یکی این که احساس میکنه از اون سیاست نتیجه میگیرن و یه عده از مردم میترسن، تا حدودی هم اثر گذاشته، الان دیگه داره بی‌خاصیت میشه. یعنی مردمی که ببین مثلا در شرایطی که اگر مردم فکر کنن که تو آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه، خب مردم زندگیشون میکنن. اما شما داری تو خیابون راه میری به خاطر اینکه تازه مانتوت هم بلنده، موهات هم پوشیده است، احتمالاً چون زیبارو هستی یه مامور از تو خوشش میاد، دستگیرت میکنه، میره تو زندان، تو منکرات میکشنت، سوار هواپیما شدی بری خارج، اصلا شاید حزب اللهی باشه، کسی نمیدونه چه کاری هستی که اصلا معلومه تو ضد انقلاب هستی یا نه، موشک میزنن میکشنت، داری سوار قطار شدی رفتی چون میخوان مواد منفجر ببرن افغانستان، قطار تو نیشابور منفجر میشه 300 نفر کشته میشن، حقوقتو نمیدن، میگی حقوقمو میخوام، اصلا میزنن میکشنت. یعنی این طرف داره میگه که آقا من چه آرام باشم چه مقابله بکنم زندگیم رو حواست، از خونه صبح میره بیرون. تو همین مدت‌های گذشته ما چند مورد داشتیم که یکی در قم، دوستا در تهران، که آدم کشته شد، میگن چرا کشته شد، ما داشتیم یه دوز تعقیب می‌کردیم، دوز فرار کرد، تیرمزی کردن خورد به این بی‌گناه کشته شد. یکی مورد در خرم‌آباد داشتیم که دو تا بچه یه دختر و یه پسر 4 5 سال 5 6 ساله تو ماشین با پدر مادرشون بودن، تیراندازی کردن، دو تا بچه کشته شدن، گفتن ما گمان کردیم اینا قاچاقچیان، خواستیم متوقف کنیم، وای نسرا زدن بچه‌ها کشته شدن، بعدم اصلا کسی نگفت کجا رفت. خب ببین تو این شرایط دیگه به نظر من ترس کارکرد خودش از دست میده، به خصوص که حالا خشم مردم اومده روش، خشمم ترس از می بره. ولی حکومت تا به حال با این نیت این کارو میکرده، الان نیتی که بهش اضافه شده به نظر من اینه که نیروهاشون رو دستشون باز بدن، هر نوع میخوان لذت ببرن از این کثافت کاریاشون، و فقط هم محدود نیست به این که مثلا این کارا رو بکنن. یه اتفاق دیگه که داره میفته اینه که اینها کلا سالهاست تلاش کردن که بسیار از چیزایی که قبلا برای مردم حرمت داشته، برای مردم غم انگیز بوده، برای مردم وحشت آفرین بوده، همه رو عادی کنن. این که یک باره میان، شما فکر نکنید کار عادی بوده که یک باره میومدن میگفتن 1000 تا جنازه امروز قرار تشییع بشه. من یه تجربهش خودم بهتون میگم، من دایی کوچیک خود من در عملیات زمستان سال 63 که به نوروز 64 منتهی شد، شهید شد در جبهه و جنازه‌اش نیومد. تقریبا 20 سال پیش یه روز اعلام کردن که تعدادی از شهدای مفقود قم جنازه‌شون پیدا شده و اومدن، زنگ زدن به خانواده‌اش خبر دادن، از یک هفته جلوتر گفته بودن که به همه‌شون خبر داده بودن. شب قبل از تشییع جنازه به خونه پدربزرگ من زنگ زده بودن که برای جسد هادی هم اومده، ما هم از تهران رفتیم قم در مرسه تشییع کردیم. من کنجکاوی گرفتم نگاه کردم، خدا شاهد استخونه که گذاشتن تناسب با هم نداشت، یعنی یه پاش بلندتر بود یه پاش کوتاه‌تر، یعنی یه مش استخون آورده بودن فقط برای اینکه مردمو سرگرم کنن. حالا گفتن یه چند تا استخون اضافه کن بگیم هادی هم بود هست توشون.
خب یعنی اینها با این کارها بسیار شده که یه روزی قبل از انقلاب وقتی یک نفر فوت میکرد، من یادم تو محل ما یه جنازه که میومد بیرون تمام کسبه محل مغازه‌شون رو تعطیل می‌کردن، همه مردم حتی کسانی که با طرف اختلاف نظر داشتن می‌بینن غمگین وای می‌سرن رو تشییع می‌کردن. الان یه بگیم هزار تا جنازه اومده این کارو می‌کنن. از اون بالاتر میاد همین چند روز پیش تلویزیون نشون داد همین آقای امیر سلمان احمدی که میگن از نمی‌دونم نیروهای حافظ امنیت بوده شهید شده که به جهنم که کشته شد، یعنی که اونم داشته زرکوب می‌کرده. بچه 6 سالش آوردن تو تلویزیون نشون میدن که صورت باباشو باز میکنن تو جنازه، نگاه میکنن صورتی که پر از ساچمه است، اتفاقا خودشون زدن طرفو، چشما از حدقه زده بیرون، صورت پر ساچمه است، اصلا این قیافه وحشتناکی. بچه رو نشونش میدن این جنازه رو، بچه گریه میکنه، تلویزیون فیلم برداری میکنه برای اینکه مردم دیگه رو تحریک بکنه. خب این حکومت فقط ترویج خشونتشون نیست که آدم بکشه، داره این بچه رو از حالا قاتل بار میاره، داره این بچه رو از حالا عقده بار میاره. یعنی روش این حکومت اینه که آدم ها رو یا قاتل بار بیاره و سرکوبگر، یا عقده‌ای و سرکوب شده، و این تمومی هم نداره. متعرض میکنم یک چیز اضافه شده به قبل، به همون که دست نیروهاشون رو باز گذاشتن برای اینکه هر غلطی میکنن، برای اینکه به همین طریق حفظشون کنن. شما ببین اون ماموری که اون کارو در خیابون میکنه عزیز، اون خانم رو میگیره از در میدون آرژانتین، این هیچ توجیه حتی برای ترسوندن مردم درش نیست. اینی که بهش گفتن آقا تو آزاد هر کاری میخوای بکن، و میبینید که به همشون گفتن، برای اینکه بقیه هم مثلا نگاه میکنن. متشکرم. به نظر شما تو جامعه ای که حرکت شروع کرده، تقابل شروع کرده و رو به جلو داره حرکت میکنه، این سیستمی که نمیخواد عقب نشینی بکنه، این که بپذیری که نیروهای خودشو نیروی جدید نمیتونه بگیره، یعنی به هر حال باید نیروی جدید محبت بکنه، عاطفه ایجاد بکنه، به شکلی جامعه رو جذب خودش کنه، وقتی اینو متوقف میکنه و این خشونت اوریان نشون میده، یعنی اینکه قبول کرده که از زمین حریف چیزی بهش اضافه نمیشه، این باعث ریزش مضاعف هم میشه. این به نظر شما وقتی جامعه رو به جلو میاد، این ایستادن در حقیقت یه شکست و یه در حقیقت عقب نشینی نیست؟ من عرضم تام. شاید شما سیستم تصمیم گیری اینها رو ندونید، من چون موضوع مفیده اجازه بدید یه دو دقیقه توضیح بدم. ببینید 367 دقیقا دو روز قبل از اینکه قطعنامه 598 پذیرفته بشه، من در اتاق آقای علی ماجدی قائم مقام وزیر دارایی با حضور آقای ایروانی و آقای جهانگیری و یکی از معاونین آقای ایروانی نشسته بودیم، دقیقا دو روز قبل از پذیرش قطعنامه. بحث مطرح شد، آقای جهانگیری اون موقع، آقای هاشمی وقتی که از طرف خمینی نمایند شد جانشین فرمانده کل قوا، ما ستاد فرمانده کل قوا رو درست کرد که آقای مهندس موسوی رو گذاشت رئیسش، و آقای مهندس موسوی چند تا معاون داشت، آقای خاتمی معاون تبلیغات، آقای جهانگیری معاون صنعتی، چند تا معاون، حالا منظورم اینه آقای جهانگیری موقع معاون ستاد فرمانده کل قوا بود و ایشون هم تو اون جلسه ما بود. نشستم صحبت کردم، گفتم آقای جهانگیری به نظر شما جنگ قابل ادامه است؟ اینو خدا شاهد دقیقاً دو روز قبل از پذیرش قطعنامه. گفت نه. گفتم نظر آقای هاشمی چیه؟ گفتم معتقد جنگ قابل ادامه نیست، ما دیگه توان ادامه جنگ رو نداریم. گفتم چرا انجام نمیدید؟ پس چرا متوقفش نمی‌کنید؟ گفت نمیشه به امام گفت. اصلا کسی جرئت نمی‌کنه به امام بگه. خب ببین، شرایطی که بالاترین مقامات کشوری جرئت نمی‌کنن به امامشون میگن آقا قابل ادامه نیست جنگ، تا بعد اومدن دقیقاً، اتفاقا خیلی جالب بود که فرداش، حالا اینم بهتون میگم بعد نیست بدونید، فرداش من شنیدم که یک جلسه بوده با حضور سران سه قوه، یعنی آقای خاتمی، آقای خامنه ای، آقای رفسنجانی، آقای موسوی اردبیلی، احمد خمینی، مشکینی، کروبی، مهدوی کنی و مهندس موسوی. این جلسه در دفتر آقای خمینی برگزار شده بود. فردای اون روزی که میگم با جهانگیر بودیم، آقای ایروانی باز تو همون جلسه ما نشسته بودیم، اومد گفتش که من دیشب 8 ساعت گزارش اقتصادی دارم به جلسه با حضور این آقایون. من در جریان بودم، جلسه تشکیل به خاطر ارتباط با کروبی داشتم. به محض اینکه ایروانی حرفو زد، خدا شده من بلند شدم گفتم که خب خدا رو شکر جنگ تموم شد. اینو خدا شاهد میگیرم. یو ایرانی گفت حرف یعنی چی میزنید شما؟ گفتم آقا ایروانی جنگو میخوان تموم کنن، میخوان بزنن گردن شما. تو حالا میگفتن امام جرأت نمیکنیم بگیم، و حالا میخوام میگن وزیر اقتصاد اومد گفت خزانه خالی، ناچارشون تموم کنیم. شاید 5 دقیقه نگذشت، این دوستی که ما تو اتاقش بودیم، این دفعه تو اتاق معاونت وزارتخونه موقعی معاونت امور جنگ داشتن، تو اتاق معاونت امور جنگ بودیم، سید عباس موسوی رادیو روشن کرد اخبار، بسم الله الرحمن الرحیم، جمهوری اسلامی ایران رسما قطعنامه 598 رو پذیرفت. ایروانی بونش گفت که تو از چه خبر داشتی؟ ایروانی وزیر اقتصاد کشور، گفتم نه به خدا خبر نشد، حرف خود شما فهمیدم. گفتم کروبی به تو گفته بود؟ گفتم نه به قرآن من نگفته. حالا بگذریم، 6 سال بعدش رفسنجانی در نمازجمعه گفتش که ما می‌خواستیم جنگ رو ادامه بدیم،
امام هم معتقد به ادامه جنگ بود، ولی وزیر اقتصاد اومد در جلسه 8 ساعت گزارش داد، گفتش که پول نداریم، ناچارشون جنگو تموم کنیم. و بعدم لو رفت که محسن رضایی امیر امانه نوشته به خمینی که ما باید 2000 تا هواپیما داشته باشیم، 500 تا چی داشته باشیم، 2500 میلیارد دلار باید پول داشته باشیم، اگر این کارا رو بکنیم 10 سال بعد جنگ رو با موفقیت تموم کنیم، که بعد خمینی پذیرفت. ببینید سیستم حکومتی اینه که باید یک همچین حرکتی انجام بدن تا خامنه ای احمق بفهمه چه خبره. اینکه شما میگید که بدتر میشه، من و شما میفهمیم بدتره. خیلی از اونام که تو حکومت هم میفهمن، کما که میگم محسن اژه‌ای 3-4 روز گفتش ما باید این مذاکره کنیم، اما خامنه ای ما تو دهنشون زد و اینا هیچکدوم جرئت ندادن، نه حدشون حدی که در مقابل خامنه ای بیستن، نه جرئتش میکنن. خیلی متشکرم. خب دوستان خسته نباشید، میریم سراغ دومین کلاب و با کلاب ندای زاگرس و با مراد ویسی در خدمتتون هستیم. مراد ویسی دقایق کوتاهی در این اتاق حضور داشت، نیم ساعت 40 دقیقه، و اما صحبت‌های بسیار مهمی انجام دادن. اتاق دیگری در یک شنبه، یعنی در کلاب مهر و ماه، مثل همیشه که یک شنبه حضور پیدا می‌کردن، برگزار شد با حضور مراد ویسی و صحبت‌های مهمی هم در اونجا داشتن، اما دیگه ما نتونستیم در این محتوا اون قسمت و اون کلاب رو خدمتون تقدیم بکنیم. حتما در محتوا آینده سعی میکنیم قسمت‌های مهم کلاب مهر و ماه هم تقدیم حضورتون بکنیم. اما قبل اینکه بریم سراغ صحبت‌های مراد ویسی، باید خدمتون دست از دوستانی که روزنامه نگاران رو میشناسن، به خصوص روزنامه نگاران پیشرو و صاحب سبک، باید خدمتون اعلام بکنم که یکی دو ساعتی من خودم متوجه شدم، ولی از صبح روز دوشنبه خبرش یا اواخر یک شنبه شب خبرش رو کار کرده بودن، در مورد رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و سردبیر پیشین ایران وایر، که این اواخر هم در فکر میکنم شورای سردبیری رادیو فردا بود، خبر درگذشت تلخ این روزنامه‌نگار صاحب سبک رو ما شنیدیم. در سن 45 سالگی پس از ماها مبارزه با بیماری سرطان، ایشون در آلمان درگذشت. رضا حقیقت نژاد ابتدا در رشته علوم آزمایشگاهی تحصیل کرده بود، اما علاقه فراوانش به نوشتن و روزنامه نگاری باعث شد که تحصیلات در این رشته رو کنار بگذاره و دوباره در کنکور شرکت کنه و در رشته روزنامه نگاری تحصیل کنه. رضا حقیقت نژاد کار خود رو با نشریات محلی آغاز کرد. مجله خاتم که در شهر یزد منتشر می شد یکی از اولین نشریاتی بود که حقیقت نژاد در اون کار می کرد. او در تهران مدتی در روزنامه تهران امروز و سپس در روزنامه هفته صبح به فعالیت روزنامه نگاری پرداخت. شرایط سیاسی و سخت روزنامه نگاران در ایران او رو چون بسیاری از اهالی رسانه ناچار به مهاجرت کرد. در خارج از ایران او چندین سال با ایران وایر همکاری کرد و از سال 94 تا 97 سردبیری ایران وایر رو به عهده داشت. او از سال 98 با رادیو فردا همکاری میکرد. گزارش ها، یادداشت ها و تحلیل های رضا حقیقت نژاد نمونه های شاخصی از روزنامه نگاری تحقیقی و فکت محوره. او طی سالهای روزنامه نگاری همواره کنار حقیقت و مردم ایستاد و گزارش های افشاگرانهی درباره قدرت سیاسی حاکم در ایران منتشر کرد. گزارش هایی که هر بار او را زیر ضرب حملات هدفمند سایبری قرار می داد. باید بگیم که از دست دادن این روزنامه نگار خوشفکر فقدانی در عرصه اطلاع رسانی حقیقت محور است. من به نوبه خود در گذشته این روزنامه نگار خوشفکر که واقعا وقتش نبود که الان ترک کنه ما رو و از پیش ما بره، یعنی آقای حقیقت نژاد رو به خانوادهش تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که خدا بهشون صبر بده، اتاقی هم برگزار شد امروز با حضور بسیاری از روزنامه نگارا مثل مهدی مهدوی آزاد، مهدی پرپنجی و بسیاری از همکاران و دوستانش در تحریریه ایران وایر، رادیو فردا، تلویزیون ایران اینترنشنال و بسیاری از رسانه‌ها و تلویزیون‌های فارسی زبان که رضا رو میشناختن و رابطه دوستی
و بعضا رابطه دوستی عمیق با این روزنامه نگار داشتم و این اتاق رو هم سعی میکنیم حتما به صورت یک محتوای جداگانه در کانال اول و دوم حتما خدمتتون تقدیم بکنیم. بریم با هم یه چند تا از آخرین توییت های رضا حقیقت نژاد رو با هم ببینیم و بعد بریم سراغ صحبت های مراد ویسی. شرایط فعلی مهمترین چیز در جنبش مردم ایران اعتراضات خیابانیه و در مقابلش مهمترین اولویت و دستور کار جمهوری اسلامی منحرف کردن توجه ها از اعتراضات سراسری. جمهوری اسلامی هر اقدامی با هر هزینه‌ای حاضر انجام بده که توجه مردم از اعتراضات منحرف بشه، ولو دو هفته زمان بخره، اعتراضات فروکش کنه و بعد سرکوب رو با توانایی بالاتر از سر بگیره. جمهوری اسلامی حاضره هر اقدامی، حواسم هست که چی میگم، هر اقدامی با هر هزینه ای انجام بده که اعتراضات به حاشیه بره. چرا؟ چون برای جمهوری اسلامی مسئله مرگ و زندگیه. اعتراضات میتونه منجر به سرنگونی جمهوری اسلامی بشه. جمهوری اسلامی حاضره حتی جنگ را بندازه که جلو سرنگونی خودشو بگیره. جمهوری اسلامی حاضر هر کار دیگه ای بکنه. من نمیدونم در اوین چی گذشته، ولی جمهوری اسلامی حاضر هر کار دیگه ای بکنه که توجه مردم از اعتراضات منحرف بشه. برآوردش اینه که اعتراضات کمی دیگه ادامه پیدا کنه، ممکنه من سرنگون شم. میارزه هر اقدامی بکنم ولو هزینه‌ش هم بالا باشه. بدنامی اصلا و ابدا جمهوری اسلامی این یکی رو هزینه نمیده. مثلا بگید اگر یه کاری بکنه که به لحاظ اخلاقی بدنامی باشه، مثلا جنایت علیه بشریت، 50 نفر بکشه، 100 نفر بکشه، 200 نفر بکشه، 300، ابدا جمهوری اسلامی این براش مسئله نیست. جمهوری اسلامی اصولا به هزینه کارا دیگه خیلی کار نداره، میگه اون کار اگر جواب بده انجامش میدم. بدنامی هم داشت. مگه من جمهوری اسلامی خوشنامم؟ مگه اصلا موارد قبلی بوده من به مخالفینم جواب دادم؟ مگه من به مردم جواب دادم؟ مگه به نظام بین‌الملل جواب دادم؟
مهم اینه که اون کار جواب بده که من سقوط نکنم. هر کاری اصلا و ابدا من واقعا مرزی براش قائل نیستم. جمهوری اسلامی حاضره هر کاری بکنه با هر هزینه‌ای. فرض بکنید مثلا اون هزینه اینقدری باشه که مثلا 20% به خود جمهوری اسلامی هم آسیب برسه، با محاسبات خودش 30%. میگه اوکی. مثل یک کسی که مثلا چکش داره برگشت میخوره، یکی میاد مثلا بهش میگه نزول 50% بهت میدم. میگه آقا تو بده من چکم برگشت نخوره، 50% رو بعد این کارش میکنه. جمهوری اسلامی الان اینجوریه شرایطش. اتفاق اوین که سهله، هر کار دیگه ممکنه بکنه. پاسخ مردم چیه؟ توی بنایی شاغول وجود داره برای که دیوار راست بمونه. شاغول امروز اعتراضات و پیروزی مردم ایران اینه که هر اتفاقی در جامعه افتاد، چه از طرف اپوزیسیون چه از طرف حکومت، شما نگاه کنید این به با حس خودتون، با عقل خودتون، با دل خودتون. اگرم به یه تحلیلگر سیاسی، نمیدونم به یه دوستی رفیقی که تحلیلشو قبول دارید، از اونم بپرسید. ولی اول از هر چیز به قلب و دل و احساس خودتون بگید این اتفاقی که افتاد، چه در اپوزیسیون چه در طرف جمهوری اسلامی، به اعتراضات و تداوم اعتراضات و گسترش اعتراضات آسیب میزنه یا نمیزنه. اون موقع تکلیفتون رو با اون کار روشن کن. یعنی جمهوری اسلامی هر کاری کرد فعلا تا آینده قابل پیش بینی اون چیزی که باش میسنجید ترازو میکنید این به اعتراضات آسیب میزنه یا نه، توجه از انحراف اعتراضات منحرف میکنه یا نه. نه فقط خبرهای دروغ، حتی خبر راست، یعنی یه خبری باشه درست باشه، حتی یه جایی باشه که ما احساس نه تنها درست باشه، احساسمون هم باش همراه باشه. مثلا بگیم که آقا ما به لحاظ احساسات باید به یکی جواب بدیم بریم این کارو بکنیم. ولی اون چه که ساده من میتونم به مردم عزیز عرض کنم، اگر توی این روزا خواستید یه چیزی دستتون باشه، یه شاخصی که با اون بسنجید که کار درست چیه کار نادرست چیه، نگاه کنید که آیا اون کار از طرف خودتون، از طرف دوستانتون، از طرف رقباتون، از طرف دشمناتون، از طرف جمهوری اسلامی، اون کار به اعتراضات لطمه میزنه یا به گسترش اعتراضات کمک میکنه. من تنها عرضم این. خیلی ممنون. استراتژی تعریف سادهش، نه تعریف تخصصش، تعریف سادهش اینه، میگه که شما به چه هدفی که میخوای، با یه هدفی که میخوای برسی به من بگو که چه امکاناتی داری، چه فرصتهایی داری، چه نقاط قوتی داری، چه نقاط ضعفی داری، چه آسیب پذیری هایی داری، من به تو میگم از چه مسیری با چه هزینه‌ای در چه زمانی به هدفش میرسی، به هدفت میرسی. این میشه تعریف ساده استراتژی. هدفی که الان مردم ایران دارن سرنگونی جمهوری اسلامی. روشی هم که انتخاب کردن اعتراضات خیابانی گسترده است. استراتژی که این وسط وجود داره، یکیش اتحاده که این مهمترینشه. یه نکته دیگه که در این استراتژی وجود داره اینه که الان خسته نشیم. من به ذهنم رسید یه اتاقی بزنیم که جنبش به خانه باز نگردیم. چرا؟ همیشه این مثال زدم چون مثال خوبیه، دوباره تکرارش میکنم. در این فیلم های شوالیه قدیم موقع به در قلعه بسته میرسیدن، در که بسته بود، فکر کنید جمهوری اسلامی اون قلعه است و اون قلعه استبداد. سربازها تو فیلم ها دیدید 100 تا سرباز جمع میشن، هیچ کدومشون زورشون برای تنهایی نمیرسی که اون چوب بلند و بلند کنن. 100 نفر با هم جمع میشن، یک چوب بلند رو انتخاب میکنن، یک تیر رو شروع میکنن با این تیر کوبیدن به اون در قلعه. یه بار میکوبن، دو بار میکوبن، سه بار میکوبن، بار 15، 20، 30، 50 میشکنن. ما تنهایی قدرتی نداریم، قدرتمون با هم دیگه است. این یک. دوم اینی که موقعی که با اون چوب میزنیم به در قلعه استبداد که الان چوبمون اعتراضات سراسریه، اگر بار اول فرو نمی‌ریزه، بار دوم فرو نمی‌ریزه، بار سوم فرو نمی‌ریزه، نگران نباشیم.
این کار کار درستیه و ادامهش اون در رو میشکنه، در استبداد رو میشکنه. از نظر زمانی، از نظر منطق، از نظر زمانی هم مطمئن باشی اون اتفاقی که در سرنگونی میفته 24 ساعته. اینی که الان بگیم پچه را نمیفته، حکومت ها اینجوری نیست مثلا روال افتادنشون 6 ماه طول بکشه، نمیدونم 3 ماه طول بکشه، ممکنه ماها و سالها طول بشه که آروم آروم ضعیف بشن و اون لحظات آخر با یه فشار 24 ساعته سرنگون میشن. مثال باز خدمتون میزنم، در سال 57 در 21 بهمن 57 ساعت 4 بعد از ظهر حکومت اعلام نظامی کرد، فرمانداری نظامی تهران با اوج قدرت، حکومت 8 صبح روز بعد سقوط کرد. فاصله آخرین رجزخانی و اعلام حکومت نظامی 4 عصر روز قبل بود، 8 صبح روز بعد حکومت سقوط کرد. اینو به لحاظ زمانی عرض میکنم. اون اتفاقی که میفته برای سقوط جمهوری اسلامی کمتر از 24 ساعت اتفاق خواهد افتاد. مسیری که الان میریم مسیر درستیه و به نظرم باید ادامه بدیم که این چوبه رو هی بزنیم که این دره بشکنه و ملت روز به روز داره پرقدرت‌تر میشه و اتفاقا اونا هر چقدر خشونت میکنن، یعنی میان علیه زنان و دانش آموزا خشونت میکنن، تعرض میکنن، دانش آموز میکشن، به زن تعرض میکنن، ملت اعتراضش گسترده تر میشه و این نشون میده که سرکوب نمیتونه جلو مردم بگیره. یه جمله هم عرض کنم، شاید یک وقتی دوباره فرصت شد بیشتر راجبش صحبت کنیم. نکته که آقای آهنگری گفتن، من به یک زبان دیگه میگم این جمله آقای آهنگری هست. من دیشب یه اتاق خودم داشتم، یه مفهومی رو اونجا ارائه کردم که ما در شرایطی که قرار داریم میشه اسم اینو گذاشت پایان گفتگو و نبرد فیصله بخش. دیگه ما گفتگوی بین حکومت و مردم وجود نداره، اصلا دو طرف دیگه تمام اینا رو طی کردن، پولا رو پشت سر هم خراب کردن. ما الان دیگه گفتگوی نیست، قصد اقناع هم دیگه نداریم، تو نبرد فیصله بخشیم، یا ما میبریم یا حکومت، دیگه گفتگوی وجود نداره. امیدوارم در یه فرصت دیگه فرصت بشه اینو یه خورده بیشتر بازش بکنیم. خب دوستان خسته نباشید، کلاب دیگری براتون آماده کردم. البته مشتاق واحدی در این کلاب حضور دارند ولی دقایق کوتاهی در این اتاق بودن، اما از اونجایی که حرفای مهم میزده شد من براتون خلاصه کردم قسمتی که مشتاق واحدی در پیوند با مسائل مختلف به خصوص حادثه زندان اوین و جنایت اخیر جمهوری اسلامی در این زندان و همینطور در مورد سایبری های حکومت که این روزها به وفور ما در فضاهای مختلف و پلتفرم های مختلف میبینیمشون، از کلاب هاوس گرفته تا اینستاگرام و هر جایی که بتونن و هر جایی که برها نون مزدوری بهشون بدن حضور پیدا میکنن و با دروغ پراکنی و لجن پراکنی و از همه مهمتر نفرت پراکنی سعی میکنن که از دید خودشون این انقلاب ملت ایران رو، انقلاب نوین ملت ایران رو لکه‌دار بکنن و اتهاماتی هم به افرادی که آبرو دارن در پیش ملت و به هر حال جزو عناصر اصلی این انقلاب هستن بزنن و اونها رو به زعم خودشون بی‌آبرو بکنن و هم بتونن که پروپاگاندای حکومت رو جلو ببرن. بریم با هم صحبت‌های مشتاق واحدی رو بشنویم. در پرده آخر این محتوا یه توضیحاتی براتون دارم و یه سورپرایزی. این اتفاقی که افتاده، من نمیدونم حالا عزیزان دیگه که صحبت کردن، خانم آقایون چی گفتن، شاید همین حرفا دیگران هم گفته باشن، ولی منم نظرم رو بگم. ببینید فرضیات مختلفی روی این هست. یکی این که، یعنی اولین فرضیه از نظر من اینه که زندانیان داخل زندان اوین در همراهی با مردم بیرون از زندان شورش کردن. این به نظر من محتمل ترین فرضیه که وجود داره. خب حالا بعدش برخورد شده در مورد اینم صحبت میکنه.
اینکه ما بلافاصله بگیم که حکومت با خمپاره انداز 37 حمله کرد، نمیدونم موشک زدن اونجا، بمب زدن، این کار کردن، در واقع یک کردیتی به حکومت دادیم و کردیت زیادی رو از زندانیانی که احتمالاً شورش کردن بر علیه حکومت و در همراهی با بیرون زندان، این کردیت رو از بین بردیم و یک کردیتی بیجا به حکومت دادیم که حکومت قادر مطلقه و هر کاری میتونه بکنه. این فرض رو نادیده نگیریم. فرض دوم که اگر حکومت این کارو کرده باشه، که هم بعید نیست، بله بله هیچ نمیشه واقعا با قاطعیت فعلا گفت، اگر حکومت این کارو کرده باشه، خب برای چی این کارو کرده؟ ما پس بازی نخوریم. یعنی اگر حکومت این کارو کرده که همینطوری که واقعیتش اینه که اگه مثلا 7-8 نفر مد نظرشون باشه بکشن، که حکومت نه آبرو داره، نه از بدنامی میترسه، نه دستش به خون کم آلوده است، خب 7-8 نفر میکشن. اینکه همچین کاری رو انجام بدن، خب مگر اسرا رو تو اردبیل نکشن و دوباره گفتن ناراحتی قلبی داشته؟ تو همین چند روز چند نفر رو کشتن، برای همشون پرونده خودکشی و دیگرکشی و ناراحتی قلبی و بیماری زمینه‌ای درست کردن. ولی اگه مثلا 7-8 نفر رو می‌خواستن تو اوین بکشن که هم کنار هم نیستن، نیاز به این کارا نبود. هم سکته قلبی هنوز موجوده، خدای دهش هستم که هست، کار انجام میده. اما اگر حکومت کاری کرده باشه، حتما هدفش وسیع‌تر از اینکه بخواد 7-8 نفر رو بکشه، 7-8 نفر از زندانیان مشهور رو بکشه، به نظر من هدف بالاتر از اینه. و یکی از اهداف میتونه باشه، ببینید در روزهای اخیر دو تا اتفاق افتاده که به نظر من بیش از تمام اتفاقات روزهای گذشته جلب توجه کرده و خشم مقدس مردم رو آتشش رو شعله بر کرده. یکی اون حرکت بسیار کثیفی که در میدان آرژانتین اتفاق افتاد، به نظر من تأثیر اون حرکت از حتی بسیار از کشتارها بیشتر بود در شعله بر کردن خشم مردم، که این خشم رو به شدت نیاز داریم. و یکی مسئله اسرای عزیز در اردبیل که کشتن و حالا میان میگن که ناراحتی قلبی داشته. یه آقایی رو آوردن تو تلویزیون میگه من عموش هستم. جالبه که تلویزیون میگه عموش، بعد وقتی حرفاشو به فارسی ترجمه میکنن میگه خواهرزاده من. حالا اینش هم من نمیدونم کدومش درسته، اصلا واقعا نمیدونم این آدم عمو یا دایی اون دختر هم هست یا نه، ولی بفرضم که باشه. حکومت جمهوری اسلامی که انواع اعترافات رو ما در تلویزیون از افراد مختلف دیدیم و بعد مشخص شده دروغه، حالا یه نفر آورده میگه من عمو یا دایی اسرا هستم و ایشون ناراحتی قلبی داشته. یعنی خواهشم بوده بود قضیه چی اخیراً بزنیم اخبار و اخبار اون قضیه چی پاتلیتی اون یه هلپ فضای مجازی فلان در رسانه لیپلر مردم نه خواهشم بوده özlerin boşuna bizim yerimizi alacak mahallemiz var bizim gayet hoşçu fazla mecazi de rasane edecek bizim Esasatımızın, xanavadamızın esasını oynayırlar. Mənim əxəbiçi bir əminə qapı ötələmişdi. Qızı da narati qəlbi modelzadəsi var idi. Mütəəssifan üçün bundan qabaq gecə 12 yarımda halı xarab olubdu. Ambulans urjans aparıb bir marşdana, orada foto elibdi. Allahın nə təcəmmüa, nə şuruşa, nə hissa dərəbdi yoxdu. Mərdumdan da xayiş eləyən bu işlərin yığışdırsınlar. Əvvələn Allaha görə doğmayan bizi dərk eləsinlər. Xayişim budur bu işləri dama verməsinlər. Sən bizim nə özümüz, nə xanavadamız, nə uşağımız. Bu qəziyə, nəmidunəm, şuğreş o filanı əslində rəbdi yoxdur. Mərzi madərzadısı var idi, bir marşdan da fot edibdi. Xayiş edəyəm, sizdən bu işləri yığışdırın. Təşəkkür edəyəm. این دو تا حادثه خب میدونید که در اردبیل بسیار اثر گذاشته. علی دایی یک واکنش بسیار زیبا داشته. حالا به هر حال در حد علی دایی وقتی میگیم بسیار زیبا، که اون سیاست مدار که انسانی که انسانی که علاقمند به شهرش، علاقمند به شهروند، به همشهریاش. علی کریمی موضع‌گیری خوبی داشت، بسیار از افراد موضع‌گیری داشتن، تا جایی که استاندار ناچار شده بیاد بخشی از واقعیت رو بگه. اومده گفته که ما کسی رو کاری نکردیم، البته خانواده‌ها معترض بودن، اومدن تو مدرسه که چرا بچه‌های ما رو بدون اجازه بردید بر راهپیمای حکومتی. و اگر همین هم باشه، معنیش اینه که رفتن تو مدرسه، خانواده‌ها اعتراض کردن با توجه به شرایطی که وجود داره و کشتاری که حکومت می‌کنه، ممکنه حتی اگه فرض کنیم دختر سکته کرده، فوت کرده، باز هم عاملش حکومته. اما عصبانیت ناشی از این موضوع با توجه به اینکه حاکمیت همون سناریوی مسخره‌اش رو تکرار کرده، یک عصبانیت مضاعفی در مردم ایجاد کرده. و میگم مسئله آرژانتین هم کنارش بوده. خب اگر من خودم تصورم برای اینکه اگر حکومت کاری کرده باشه و در اوین حالا به صورت مصنوعی یا به هر دلیل آتش‌سوزی ایجاد کرده باشه، چه از داخل آتش‌سوزی ایجاد کرده باشه چه از بیرون بمب انداخته باشه، نمیدونم خمپاره 37 انداخته باشه، چیزی که حالا بلافاصله تمام متخصصین از صدر اسلام تا حالا جمع شدن دارن نظر میدن در مورد حتی سایز خمپاره هم نظر میدن، اگر هر کدوم از نواش قطعا برای یک هدف بزرگتری که به نظر من هدف بزرگتری، یعنی واقعیتش اینه که ما به هیچ وجه نباید اجازه بدیم اون دوتا حادثه، الان یک ماه حکومت داره کشتار میکنه و جوانها ایستادن روز به روزم تعدادشون بیشتر شده، جان ازدن، این دوتا حادثه دیروز و پریروز، یعنی بحث میدان آرژانتین و بحث اردبیل،
به شدت تمام دنیا رو تکون داده و در داخل کشور بسیار از افرادی که حتی تا حالا سکوت کرده بودن دارن واکنششون میدن. شما برید ببینید حتی اصولگرایان چجوری واکنششون میدن. خب اگر تصور میکنیم که حکومت این کارو کرده برای یک هدف جانبی، یک هدف دیگه، قطعا یکی از مهمترین هدفهای فرضی این میتونه باشه. پس ما بازی نخوریم، یعنی به هیچ وجه اجازه ندید. من توی جای دیگه چند توی ویدئوی خودم گفتم، یک ساعت پیش ویدئوی لایو خودم گفتم، گفتم اگر فرض میخوایم صحبت بکنیم بسیار خوب، حکومت ابین رو آتش زد. خب حکومتی که در روز روشن در برابر صدها دوربین مأمور کثیف و حرامزادهش در با اون زن اون کار میکنه، پس ببینید در زندان ابین که آتش میزنه چه میکنه. یعنی اگر هم میخوایم بگیم این رو هم بگیم که نگذاریم دوستان، اون موضوع موضوعیه که ما به شدت بهش نیاز داریم، نه که نیاز داریم میخوایم سوء استفاده کنیم، نه، برای افشای ماهیت حاکمیت اون لازم داریم، نگذاریم تحت شعار قصه ابین قرار بگیره. دوستان نکته دیگه هم هست، ببینید ما خیلی باید مراقبت کنیم. ما با یک دشمنی مواجهیم که هیچ پرنسپی نداره، هیچ اصول اخلاقی نداره، حتی هیچ اصول دیکتاتور معابانه نداره، هیچ اصلی برش حاکم نیست. ما وقتی میگیم که ما خبر موثق داریم که چند تا زندانی فرار کردن، خیلی خوب، چند تا زندانی فرار کردن، حالا چه حاصلی داره این خبر که به فوریت بگیم؟ یه دیگه هم میگن که تپه های اوین مین گذاری شده است. واقعا مین گذاری شدن تپه های اوین چیز خیلی غریبی نیست. بالاخره هر سیستم زندانی یک تدابیری میاندیشه که از فرار زندانی ها جلوگیری کنه. خب حالا ما میگیم که عده از زندانی فرار کردن، تعدادش هم نمیدونیم، تپه هم مین گذاری شده. خب دوستان عزیز، اگه فردا اومدن گفتن ما حسین رونقی نمیدونیم کجاست، شاید فرار کرده، اگه گفتن محمد نوروزاد شاید فرار کرده، اگه گفتن سهیلا حجاب مثلا، حالا اون که زندان کرمانشاه، هر کی فرار کرده شما جوابی دارید براش؟ چرا ما این چیزا میگیم که برای حکومت راحت حرف درست کنیم، جنایتایی که حکومت خودش هم نمیخواست انجام بده یادش بیاد انجام بده؟ یعنی با این حرفا الان فردا حکومت میگه آقا بله، بعد زندانی فرار کردن تعدادشون مثلا حسین رونقی هم جزشون بوده. شما میتونید ثابت کنید؟ نه. وقتی ما خودمون ببین، اگر ماها هیچ چی نگیم و نگفته بودیم، حکومت میگه بگو فرار کردن، کس قبول نمیکرد. وقتی ماها میخوایم برای اینکه ثابت کنیم که خیلی خبر دست اول داریم چه داره میگیم، دوستان عزیز، به حکومت یاد میدیم و به حکومت راه یاد میدیم که جنایتش مضاعف بکنه. یه دو مدام میگن یاسر هاشمی گفته که، من که نشنیدم ولی بعضی از فرامین خودمون شنیدیم، یاسر هاشمی گفته که برادر من مهدی در مرخصی بوده، خواسته برگرد، بهش گفتن بر نگرد. خب این حرف معنیش چیه؟ معنیش اینه که حاکمیت از قبل برنامه‌ریزی کرده برای اینکه جنایت انجام بده. خدمت من اطلاعات خیلی دقیقی ندارم، اما مهدی ما میدونی که طبق روال همیشگی هر دو هفته یه بار چهارشنبه ها مرخصی داره و جمعه برمیگرده زندان هر دو هفته یک بار. اینطوری که من مطلع شدم مثلا یک روز یا دو روز زودتر به مهدی مرخصی میدن و میاد که جمعه برگرده، و این جمعه که میخواست برگرده بهش گفتن که نیا، که البته وقتی بهش مرخصی میدن مهدی خودش نگران میشه، مثلا میگه چی شده که یه زودتر رو اینا مرخصی دادی؟ حتی خودش میگه مثلا من فکرم خدا نکرده شاید از مادرم اتفاقی افتاده که اینا یهو میگن پاشو برو. حالا شاید سوال بشه که چرا مهدی اومده زودتر بیرون، چون مهدی ما توی بند هفته و بند هفت در حقیقت مال همین سرقتی ها و در حقیقت اینجور نوع انسان هاست، و به نظرم میاد که جریان زندان مطلع بودن از این که قرار اتفاقی بیفته، و وقتی هم که جمعه میخواست برگرده بهش گفتن نمیخواد بیای، نیا. باز هم خب واسش عجیب بوده که چرا اینطوری. بعد هم مطلع شده که اینا مطلع بودن. شما دوستان تو خبرگزاری ها هستید، مثل که خبرگزاری میزان ساعت 6 آژیر اعلام کرده و خبرش هست، یعنی زودتر از اون که آتش دیده بشه یک آژیری اعلام شده تو خبرگزاری که زندان اوین اعلام آژیر کرده. حالا من نمیدونم کسی از دوستان این خبر رو دیده ساعت 6 یا نه. بله جناب هاشمی، 5:23 دقیقاً. درسته، قبل از ساعت 6. و قرار یاسر هاشمی که اومد این توطئه کثیف حکومت رو افشا کرد، هیچ کاری باش نمی‌کنن؟ حکومتی که ببینید دوستان، محمود شهریاری اومد یک ماه پیش گفتش که من خبر دارم قراره که در حوادث این روزهای در تظاهرات چادر زنها رو از سرشون بکشن خود حکومتی‌ها، قرآن آتش بزنن، چه کنن چه کنن چه کنن که مردم علیه تظاهر کنندگان
تحریک کنم. سلام عرض میکنم دوستان عزیز و ارجمند، محمود شهریاری هستم و یک خبر فوق‌العاده مهم به عنوان یک خبرنگار براتون دارم و خواهش میکنم به این مسئله کاملا توجه بکنید. این ویدیو رو برای دوستانتون در تمام گروه ها به اشتراک بگذارید، بذارید که مردم آزادی خواه مطلع بشن. روز یک شنبه سوم مهر مصادف است با رحلت پیامبر بزرگ رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. طبق اطلاعاتی که به من رسیده، عوامل حکومت در این روز میخواهند به قرآن توهین کنند و چادر از سر بانوان و دوشیزگان چادری ما بکشند و اینها رو به حساب شما بگذارند و بر اساس این جو ایجاد بکنند. خواهش میکنم این توطئه رو در نطفه خفه بکنیم. ما برای آزادی داریم میجنگیم و کسانی که چادر رو به عنوان حجاب خودشون انتخاب کردن، به انتخابشون باید احترام بگذاریم. روز یک شنبه سوم مهر مصادف با رحلت پیامبر رو فراموش نکنید، به هیچ وجه گوله اینها رو نخورید. اگر کسی این کار رو کرد بهش اعتراض بکنید که بدونن ما این توطئه رو تشخیص داده. بلافاصله شهریار رو آزاد کردن. حالا یاسر هاشمی اومد همین توطئه بزرگ حکومت رو افشا کرده، کارش نمی‌کنن؟ اگر کاری نکردن بفهمید توطئه مشترک تمام نهله‌های حکومتی از ناراضی تا راضیشونه، برای که ما رو سرگرم بکنن. ضمن اینکه شما یقین بدونید من این حرف در دفاع از مهدی هاشمی نیست. مهدی هاشمی که از فاسدترین عناصر سیاسی ایرانه، اصلا درش بحثی من ندارم. ولی فراموش نکنید که خامنه ای به شدت از رفسنجانی کینه داشته و هر ضربه ای که بتونه به خانواده رفسنجانی بزنه به خاطر کینش، نه به خاطر خوبی اونا. چرا باید مهدی هاشمی بهش بگید نرو زندان، ما میخوایم زندان آتیش بزنیم؟ من این چیزایی که گفتم خدمت دوستان، خواهش می‌کنم اینقدر مراقب باشیم در اظهار نظرها. این که حالا هر کدوم سعی کنه، یکی دیگه میگه آقا خبر دادم تو زندان تبریز هم تیراندازی شده. آخه چرا چیزایی میگیم؟ خب اگر واقعا به خبر غیر موثق رو وقتی پخش می‌کنیم اینطوری، اگر زندان تبریز مثلا خبری نباشه، خب این همه اهالی تبریز کجا نشستن وقت نسبت به همین خبر ابین هم تردید نمی‌کنن؟ تقاضای من اینه که ببینید همین خبرهای عادی انقلاب سراسری ملت ایران به اندازه کافی هم جذابه، هم حکومت رو مستعصل کرده، هم امید در مردم ایجاد میکنه، هم توجهات جهانی رو جلب کرده. چرا ما بریم دوباره خبرهای مشکوکی که میتونه در اختیار حکومت قرار بگیره؟ خب دوستان، میرسیم به پرده آخر از این محتوا و همون قسمتی که عرض کردم حالت سورپرایز داره براتون. اون دوستانی که کلاب هاوس رو به خصوص دنبال میکنن میدونن این روزها افراد شناخته شده و ناشناخته بسیاری هستن که با ران کردن به اصطلاح و زدن اتاقهای متعدد شروع کردن به دروغ پراکنی و به خصوص نفرت پراکنی بر ضد چهره‌های محبوب و مردمی که نقش پررنگی در هماهنگی و همبستگی ملت و انقلاب نوین ملت ایران دارند، مثل حامد اسماعیلیون که مخصوصا این دو سه روز به واسطه هم قضیه تظاهرات جدیدی که قراره تمام اروپا در برلین در شنبه چند روز دیگر جمع بشن و مجددن دنیا رو متحیر بکنن، مانند تظاهرات گذشته‌ای که حامد اسماعیلیون وظیفه مدیریت آن را بر عهده داشت و ما دیدیم که چه اتفاق واقعا باور نکردنی افتاد. فقط در تورنتو 50,000 نفر از ایرانیان بیرون آمدن و ثابت کردند که چقدر عاشق ملت و میهن هستند. و به واسطه حالا پتیشنی که آیه حامد اسماعیلیون این روزها داره حمایت میکنه ازش، مبنی بر اخراج سفرای جمهوری اسلامی در 7 کشور صنعتی و به هر حال نقش پررنگی که ایشون داره در انقلاب نوین ملت ایران، ما میبینیم که اشخاصی مانند مجید رسولی که مدیریت کلاب سیاست در سایه رو بر عهده دارن شروع میکنن به لجن پراکنی بعد علیه امثال حامد اسماعیلیون. اتاقی هم روز گذشته برگزار شد. من بارها و بارها گفتم و این روزها میبینم که بسیاری هم این رو تکرار میکنن که اساسا نباید در اتاق اینها رفت، به خصوص الان که دیگه بحث خون هست و بحث انقلاب هست و با رفتن به اتاقهای اینها باعث دیده شدن بیشتر اتاقهاشون
و متاسفانه باید بگم که شاید بعضی ها حتی فریب اینها رو بخورن. من دیدم که حالا بعضی از دوستان این توجیه رو دارن که ما میریم اونها رو بیابرو میکنیم، اما فکر نمی کنم الان دیگه برحال جای این بیابرویی باشه، چون اینها اساسا آبروی جلوی ملت ندارن. مرحال اتاقی هم تشکیل شد که من دیدم جمشید برزگر از منظر یک مخالف به اتاق اینها وارد شد و مثل که آقای بریا امیری هم در اتاق بودن و بیشتر از این جهت اومد که هم حال اونا رو بگیره، امثال مجید رسولی و دیگران که حالا اسامیشون در این محتوا هست، و هم این که باز هم بیان کنه که در اتاق چنین افرادی حضور پیدا نباید کرد. باید عرض کنم خدمتون که امروز هم مجید رسولی اتاقی بر ضد حامد اسماعیلیون و آقای فرج سرکوهی زد که ما حتما اون رو در محتوای جداگانه خدمتون تقدیم میکنیم که شما با چهره این افراد بیشتر آشنا بشید. بریم با هم ببینیم چه اتفاقی افتاده. من پیشا پیش از بعضی از کلمات و یا فحاشی هایی که در این اتاق میشه ازتون عذر میخوام، اما بسیار مهمه که ما چهره بعضی از این عناصر سایبری حکومت رو در این برهه زمانی حساس ملت ایران بشناسیم. این زمین آبادی که تکلیفش روشنه، شماهایی که بی‌ناموسا، شماهایی که میاد تعرض میکنید به دختران، دختر میکشید، در دبستان دختران گاز اشکاور میاندازید، امروز در ادبی چه گویی خوردید؟ ها خانم الناز، حرف تو دهن من نذار. من گاز اشکاور، اجازه بدید من گاز اشکاور خجالت بکشم. شما حتی به یک خانم ایرانی روی استیج احترام نمیذارید، ادعای دفاع از بانوان دارید. من لبام به سماور داغ بچسب اگه شما مرتضی انقلابی هستید، شما عین ضد انقلابی. آقا شما آقا بذارید حرف بزنم، مگه نگفتین من بیام بگم؟ بذارید هر چی دوست داری بگید. یک بار مرد باشید، همونطوری که اونجا یک بار مرد باشید، تو خیابونا که دیدیم که چه هستید، یک بار هم مرد باشید، رو استیجا وایسید بشنوید. مگه مشکلی داریم ما با هم؟ این همه استیج دارید میذارید، میگید دیگه 5 دقیقه من میگم و میرم، تموم شد دیگه، چیزی نیست که. شما میخواید دیگه بذارید هر چیزی بزنه، نباید اجازه بدید من پیام اوکی در رو نیست. اگر حرفتون رو زرید باید پاسختونم بشنوید. بیا مجید جان گوش کن بفرم. گوش کن میشنوم. خب میشنوم. من پیام هم با خانم الناز رو منتشر میکنم. خب بعد ببینیم که کی راست گفت کی دروغ. شما از اولش ضد انقلاب بودید آقای زرین آباد، گردن کلوفتی هم نکن. فصل آخر کتاب شماست. یه عمری زدید و بسید و کشتید، بازجویی کردید، همین کارا رو کردید، تمومه. ما مثل شما نیستیم. من سوالم اینه، اولا وریا جان اینجا که جاش نیست واقعا، ولی واقعا این همه ما اینجا جایی بود که تو بیای توی استیج این آشغال هایی که توجیه کنندگان جنایت هستن، یکیشون بیاد بگه مرگ بر خامنه‌ای، یکیشون بیاد بگه مرگ بر میگه داعشی ها به مدرسه ها حمله میکنن. بابا شما که همین امروز حمله کردی، همین امروز دختر دبیرستانی رو در اردبیل کشتی، فقط 23 تا کودک رو در این چند روز کشتید. آخه شرم کنید. وریا من واقعا متاسفم، این دعوا جاش اینجا نیست، ولی حالا اومدی منم میام. حکومتی که فیلماش بیرونه، فیلم. اگه حالت خوش نیست یه سیگار بزن یکم حالا روبراشی بعدا. من دقیقا میخوام شما رو به اونجا برسونم که در یک دستتون الکل سنجه، در یک دستتون شلاق تعزیریه، خفشی. من سالها نه آخه سیگار روشن کردی گفتم ناراحتی یکم نه دوست آره برای که یه چیزی نگی به هر حال تو اگه سیگار کشیدنم از نظر شما جرمه و ما باید بریم تریاک بکشیم مثل شماها باشیم، مثل دوستانی که روی استیج باشن باشیم، نیستیم.
اونهایی که اومدن اتهامات رو نکردن آقای عارف آقای خرمی بزن ایشون حق توهین به همه رو نداره. برو بیرون از شما بس کن، شما بی شخصیتی، صدا تو ببند، توهین نکن. خفه شو بابا، اینجا نه برنامه صدا و سیما، نه بی بی نه من تو که هر آشغالی بخوای بگی وقتی که بیشور تو هستی وطن فروش، وقتی که به اون مملکت به اون مردم داشت تعرض میشد توهین تو اگر وجود صدا در میومد و انسان بودی میموندی اینجا، اگر زر میزدی حرف میزدی پای حرفت آشغال آشغال خفه شو، خودش حرف بزنه خودش رو رسوا میکنه. حالا جمشید جان یه ذره حالش مساعد، سیگار تو بکش جمشید جان بفرم. آخوندک بله بفرما. آفرین، حد خودتون رو بشناسید، درست صحبت کنید. ببین گذشت اون دوره زمانه، گذشت تموم شد، دوره بزن و در رو گذشت. این که فکر کنید که میتونید پول بگیرید که تمامش هم هست، من میدونم از کجاها میاد، از مهدی میاد، از این و اون میاد، من که میدونم. خب فکر کنید پول میگیرید 24 ساعته میتونید بیاید کلاب هاوس رو بگیرید. این کلاب هاوس هیچ تأثیری در اون انقلاب و اون مردم نداره. آقای زرناباد ببن خفه شو، میگم خیلی عادی ببن خفه شو، زبونت ببن خفه شو. اوکی ببین جمشید برزگر دوز مشروب که قرنی بالا پنجیزه با بحثی نود اینا واقعا پنجیزه اهل کل بده نمیشه. خیلی عادی شده کنید دیگه، چرا مشکلتون چیه؟ یه عمری رانت داشتید، یه عمری تمام این مملکت بردید، از تمام توی کلاب هاوس که جایی نداری برای صحبت کردن آتش رو میدونی، آتش گرفتی، میدونی آتش گرفتی، میدونی توی این کلاب هاوس دیگه جایی برای صحبت کردن نمونده. در خیابان ها ببینید فردا میبینید از بی بی سی هم از بی بی سی هم اخراج نزن خفش رو، اصلا جایی نداری آشغال خفش رو، اینترنشنال هم استخدامت نکرد آشغال خفش رو. بد بد رمضان پور 2000 قبولت نداره، ناراحتی بذار حرفشو بزنه. ببین. ببین. تو فکر... خودش ببین تو فکر میکنی خیلی اطلاعات داری، امنیتی بیشور نداری. ببین من که اطلاعات... امنیتی نیستم، چون گوگل سرچ کنی من میام بالا، من معلوم کی هستم، ولی تو کی هستی معلوم نیست. خب دوستان خسته نباشید، همونطور که عرض کردم و خودم در زیر نویس این صحبت های این موضوع صادراتی جمهوری اسلامی احمد زرین‌آباد نوشتم، واقعا هیچ چیزی از این آقا در فضای مجازی موجود نیست جز همون برنامه که 4 سال پیش در تلویزیون بی بی سی فارسی رفتن، یعنی برنامه پرگار، و به عنوان مهمان، یعنی یک فرد عادی در کنار یک جوان دیگری، یک سری سوالاتی در پیوند با اپوزیسیون هم بود میکنن برنامهش، سوالاتی از کارشناسان، دوتا کارشناس برنامه میپرسیدن که یکیش آقای مجید محمدی بود. ولی خب الان اینجا گفتن که اگر اسم من رو سرچ بکنید در گوگل من میام بالا. خب ما اسم ایشون رو سرچ میکنیم ببینیم چی میاد، میریم گوگل رو میزنیم احمد زرین آباد. خب این اپوزیسیون ایرانی و غرب همون برنامه‌ای که عرض کردم بهتون 4 سال پیش، نه 4 سال پیش، نه الان ما 2022 ایم، این 2000 یعنی 11 سال پیش، بله 11 سال پیش، 24 آذر 90، 15 دسامبر 2011 این برنامه اینجوری که سایت بی بی سی نوشته به حال بوده. و همونطوری که عرض کردم آقای عبدالکریم لاهیجی و مجید محمدی به عنوان کارشناسان برنامه و این آقای زرین‌آباد و یک فرد جوان دیگر هم به عنوان مهمانان این برنامه حضور داشتند که از این کارشناسان سوال می‌پرسیدند. فقط همین از آقای زرین‌آباد وجود داره.
خب دومین چیز میبینیم احمد زیدآبادی است. سومین چیز در مورد زرین‌آباد که یک منطقه جغرافیایی حالا شهر روستاست در کشور. اینم که همون برنامه‌ای که عرض کردم، اینجا یه لینک اینستاگرام اومده، روی این میزنیم. این احمد زرین که هیچ ارتباطی این صفحه اینستاگرام هم به آقای زرین‌آباد نداره و هیچی عملا هیچ چیزی از این آقا وجود نداره، همونطور که عرض کردم. و این آقا مخصوصا این اواخر، چون من ندیدمش ماهای گذشته، این اواخر در کلاب هاوس حضور پیدا میکنن، مخصوصا از وقتی که به هر حال انقلاب نوین ملت ایران شکل گرفته و جریان پیدا کرده. بحث من سر نقد نیست، بسیاری از اصولگرایان هستن میان نقد میکنن، ولی ایشون شروع لجن پراکنی میکنن در کنار چهرهای شناخته شده و معلوم الحال دیگری مثل مجید رسولی. ولی مجید رسولی حداقل شرف داره به ایشون، چون آخر مجید رسولی میزنه یه چهار تا چیز میاد بالا. حالا مثبت و منفیش کار ندارم در مورد مجید رسولی چی نوشته همون چهار تا چیز، ولی به هر حال چهار تا عکسی نمیدونم رزومه ای در مورد ایشون هست، ولی این زرین‌آباد چیزی وجود نداره. یه آدم بیمایه تویی که بسیار پرمدعاست و پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو از قلب انگلستان و فکر کنم شهر لندن داره اینطور پست جلو میبره و متاسفانه پشت چهره هایی مثل حامد اسماعیلیون هم من دیدم که شب گذشته متاسفانه داشت حرفای نامربوط میزد. فقط خواستم که با هم دیگه چک بکنیم، همونجوری که خودشون گفتن اگه اسم منو سرچ بکنید میاد بالا. ما سرچ کردیم و هیچی نیومد بالا. مرسی. احمد زین سرچ کنی احمد زین‌آباد زندگیش میاد بالا. آره. ولی مالت نمیاد بالا. من که اهمیتی نیستم. خیلی خوب. تو که ولی تو معلوم کی هستی؟ بگو مرگ بر جمهوری اسلامی، بگو مرگ بر کسانی که به دختران این مملکت تجاوز آره میکنن. آره من شما که به دختران تجاوز کردی آره محکوم میکنم. شما هم کردی. اسنادش موجوده. نه که پدر و مادرش. اسنادش موجوده شما کردی. قافیه شما زرین‌آباد این دروغا را این زر زیادی داره. آقای بریا وقتی ایشون دروغ گفت شما چرا دفاع نکردی؟ چه دروغی؟ من جنایتکاران فیلماتون معلومه مردک بیشور بیناموش فیلمت بیرونه. من دو سال توی زر نزد زر نزد اجازه بده یه لحظه داری زر میزنی دو دقیقه وقت داری حرفاتو بزن اگر من تو گوه میخوری برای من وقت تقییم میکنی حرفتو بزن تو گوه میخوری منو میندازی پایین تو گوه میخوری که برای من وقت تقییم میکنی ببین وقت تعیین میکنم نندازش پایین رسولی آقا باشه تو هیچ توخی نیستی کی هستی مرتی نه ولی رسولی آقا باشه مفنگی الکلی برو ببینیم بابا تو کی هستی که به خودت اجازه میدی مفنگی بیا اینجا مزدور و جیر و خار دشمنای ایرانی بعد به ما میگی چیز برای من برو خجالت بکش جالبه وریا قفلی واقعا یه عده چاله اونجایی که به من میگه شکنجهگر ساکته ولی اونجایی که من دارم دفاع میکنم از خودم ناراحت میشه خیلی زیباست میدونی یعنی دوگانگیشون خیلی حیرت آوره این به من میگه شکنجهگر بدون معلوم نیست مس کرده چیکار کرده اینا مشکل روحی روانی داره اه. خب دوستان خسته نباشید رسیدیم به پایان این کلاب و این قسمت آخرش واقعا دردناک بود. من امیدوارم که این دوستانی که به خصوص در کلاب هاست و سایر پلتفرم های فضای مجازی فعال هستن یا به عنوان یک شنونده حضور پیدا می کنن در اتاق ها و کلاب ها و فضاهایی که امثال مجید رسولی ها و زرین آبادی ها و اینها هستن حضور پیدا نکنند و باعث رونق اتاق هاشون نشن. من دوست ندارم لفظ خیانت رو در موردش هیچ شخصی به کار ببرم، اما وقتی میبینم که هیچ راهی وجود نداره جز این که بگم خائنن و مزدورن، کلمه دیگری بر ذهنم و بر زبانم جاری نمیشه و واقعا نمیدونم چطور شرم نمی کنن وقتی این همه جنایت حکومت رو میبینن
و باز هم چنین خزعبلاتی به هم میبافن. امروز مجید رسولی به صراحت گفتش که من هم زندانی سیاسی کشیدم و چرا نباید من به عنوان یک رهبر یا لیدر باشم و حامد اسماعیلیون باید باشه، و به صراحت من انگار که با یک کودک داره صحبت میکنه، چطور بگم، به صراحت بیان کردش که به نوعی داره حسادت میکنه، حالا حتی اگر نگویی مزدوری، و واقعا خجالت آوره دیگه دیدن و شنیدن چنین بحثایی. و همونطوری که عرض کردم، بهترین و تنها ترین کاری که من و شما میتوانیم بکنیم اینه که باعث رونق اتاقهای چنین افرادی نشیم. خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودید، دم همتون گرم. من همینجا ازتون خداحافظی میکنم، سعی میکنم که اتاقهایی که بهتون قول داده بودم رو حتما تا فردا یا پس فردا نهایتا خدمتتون تقدیم بکنم. مثل همیشه پاینده ایران عزیزمون بتون.